سلام، اینجا درنگ. ساشا صبحانی در رومی در کلاب هاست در مقابل همه اعتراف کرد که وقتی بچه بوده بهش تجاوز شده و همچنین به همه اعلام کرد که یک دختر داره و درباره دخترش توضیحاتی داد. تلا گلزار هم بالاخره از دوست پسر جدیدش رونمایی کرد و گفت که با هم تو ماشین دیت دارن. اگر دوست دارین از جزئیات این خبرها مطلع بشین تا پایان این ویدیو همراه ما باشین. اما قبلش اگر هنوز عضو کانال درنگ نشدین، ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش هم بزنین تا از آخرین و داغ‌ترین اخبار و حواشی با خبر بشین. پیش از این که با لایک و کامنتاتون از ما حمایت میکنین سپاسگزاری. ساشا صبحانی، تلا گلزار، دنیا جهانبخت و البته امین فردین که این روزها شده پای ثابت گروه های ساشا و تتلو، شب گذشته در کلاب هاوس یک روم زدن تا دور هم گپ بزنن. بحث از موضوع تجاوز شروع شد که گویا قبل از این که بیان تو این روم، یه روم دیگه داشتن با موضوع تجاوز و در اون مردم تجربه هایی که درباره تعرض و تجاوز داشتن رو با بقیه به اشتراک میذاشتن. این موضوع ها برای ناصر، دوست و رفیق فابریک ساشا، انقدر عجیب بود که ترجیح داد تو این روم هم همین موضوع ادامه بدن. برای همین موضوع تجاوز رو پیش کشید که در ادامه ساشا صبحانی در برابر همه اعتراف کرد که در بچگی به اون تجاوز شده. خب همین جون، چه موضوع قشنگی بود تو اون یکی روم، چه موضوع باحالی بود، همه گفتن، چه حرفایی زدن. طرف با گیتار زده بود تو سر اون، این راست میگه، با گیتار معلم موسیقیش که داشته بهش آموزش میداده، بعد گفته که آقا این سری منو نیا تو این یکی دفتر، یعنی تو این یکی چی میگن این آقا من خودم بچه بودم یاد نرفتم رو زیر زمین برده بودم. من یه بار یه راهنمای تاکسی میخواست من تجاوز کنه ایران چه بودم. خب تعریف کن برام آخری چیز جالبی بود. خیلی جالب، بچه بودم فکر کنم مثلا 10 سالم بود اینا، میخواست من رو ببره یه جا دیگه، منم خودم فهمیدم که داستان غم‌انگیز زیاد بودم باشه تو حرکت کردی. اگه راستشو بگو، اگر به تجاوز کرد، اگر چیزی بود الان میتونی بگی خودتو خالی کنی راحت میشی به نظر من. نمیشه حقیقتاً بگم ناصر، بگو جان من، بگو تو که مزرعه چیزو گفتی، یه سری مزرعه بلالو گندم بود، مزرعه گندم چی بوده داستانش با این موضوع تاکسی؟ داداش حقیقتاً 10 سالم بود، خب من اون موقع من بچگی رزمی کار می‌کردم، کارات هم میرفتم، یو بله آره یو سوار تاکسی هم جلو هم میشستم، از ابین درکه خونه خاله میخواستم برم کردستان. نه کشور میتونی استوب کنی ساشا جان یه لحظه، روم بشه بالای بزن، این خیلی موضوع قشنگه. من همه باید بفهمم به من داشتن تجاوز. در ادامه تا وقتی که روم به اون عددی که میخوام برسه، ساشا قرار عاشقانه تلا گلزار و دوست پسرش رو لو داد و تلا هم مجبور شد که بگه دوست پسرش کیه و کجا با هم قرار دارن. امین جان شما پشت پرده فردا رو لطفا خودت در بیار بعد از دیت دیوونه تو رفتی آخر که اشکال نداره. دیت ناصر و تلا چه خود می‌کرد؟ رفت عمدن رفت. یعنی ساشا دیگه همه فهمیدن اینو. آره دیگه، ناصر فردا با تلا دیت اولش. ببین اون رومی که زده بودیم با دخترم اومدن تبریک میگفتن به من. تو کجا قرار باشین؟ تو کافیه؟ تو خونه است؟ کجا هست؟ تو ماشین. تو ماشین؟ کدوم ماشین؟ من از اون قراری که ناصر بغل سوپر روز. آره. جورد خیابون جردن. داداش یه کار کن، 4 نفر اگه دشمن مشمن هم داریم بیان سر قرار ما رو بگیرن بزنن. داداش ساعت 11 شب. قرار ساعت چنده ناصر؟ ببین یه ای ساشا و تو فهمیدی، تو یعنی ایران، یه ایران، یه تهران، یه روزنامه همشهری، همه فهمیدن که من فردا با طلا یه قراری دارم، میخوام بریم همدیگه رو ببینیم. اونم بابا رفیقم طلا، میخوام برم دندونم رو درست کنم. چیز بدی نیستش که، قرار داریم بریم ماشین، یعنی مفتی بری دندون. آره آقا تو ماشین میخوای دندونت رو درست آره کنه؟ آره اتفاقا میدونی چی گفتم؟ گفتم طلا اتفاقا میخوام ماشین به یاد قدیم. ببین کنترل اول و هر مریضی که میاد ما اول یه کنترل رو دهنش انجام میدیم دیگه، بعد سرویس میکنیم دهنش. خب مادر طلا من تا رسیدم نگی دهنتو باز کن، بعد واسه همون کنترل رو اول میکنیم بعد بچه اینجاست. آره طلا جان بچه داری از زن به ما نمیگفتی؟ Ha ha ha!
بچه داره نمیگه. برای بچه‌م میام. چند سالشه؟ وقتی بحث بچه داشتن میشه و همه به طلا گیر میدن که تو بچه داری و نمیگی، ساشا میگه که چه ایرادی داره؟ منم بچه دارم و شروع میکنه به صحبت کردن درباره بچه‌اش. آقا چه اشکالی داره بچه؟ منم بچه دارم. چه اشکالی؟ آره ساشا هم یه دختر داره. او بچه خیلی همه فکر کنم کنجکاو این که راجع به بچه‌ت چیزی بدونن. ساشا جان اگه میتونی خودت برام توضیح بدی. بچه‌ت چیه؟ من خودم راجع به بچه‌م زیاد نمیدونم. آقا یه دختره. خب باهاش صحبت می‌کنم. من یکی رو می‌شناسم که می‌دونم. می‌خوای بیارمش؟ ولی می‌دونم که بچه داره. نه. بیارمش ساشا؟ کیو؟ نه نه. رامینو؟ اما در این روم دنیا جهانبخت هم حضور داشت. ولی فعالیت زیادی نداشت و خیلی در صحبت‌ها مشارکت نمی‌کرد و فقط زمانی که ناصر حالشو پرسید و سراغ مهراد ازش گرفت صحبت کرد. البته همونجا ساشا گفت دنیا باید موضعشو مشخص کنه. سلام. دنیا تو مهراد چیکار می‌کنه؟ مهراد کجاست؟ نمیاد پیشمون؟ امروز بحثای قشنگی می‌خوایم راه بندازیم. دنیا پارک کرده. خانم جهانبخت. خب مرسی که دنیا جونم پارک کردن رو یاد گرفت و آقا من میگم این خانم دنیا باید موزهشو مشخص بکنه چجوری هست نه دیگه مشخص کرد مشخص کرده آره مشخص کرد ساشا منظورش از این حرف این بود که دنیا باید بگه که طرف کدوم تیمه تیم پویان مختاری یا تیم ساشا و تتلو البته ساشا درباره تجاوزی که در بچگی بهش شده توضیح دیگه ای نمیده احتمالاً یا ترجیح داده سکوت کنه و یا گذاشته تو آب نمک تا یه وقتی تعریف کنه که حسابی فالوور بگیره نظر شما چیه؟ به نظرتون این اتفاق واقعا برای ساشا افتاده یا یه دروغ برای حاشیه سازی؟ یا شما فکر میکنین ساشا واقعا یه دختر داره؟ خوشحال میشیم نظرتون رو در قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بذارین.